برخی از شهروندان فراه روز گذشته با برافراشتن پرچم کشور از 270مین سالگرد ایجاد حکومت توسط احمدشاه عبدالی پادشاه وقت افغانستان تجلیل به عمل آوردند. آنها دوره زمامداری احمدشاه عبدالی را در تاریخ کشور طلایی دانسته و آن را در سطح جهان از افتخارات مردم افغانستان قلمداد می کنند. در همین حال نقیب الله نیکمل نماینده فرا در پارلمان جوانان کشور در این مراسم خواهان آوردن اصلاحات جدی در بدنه حکومت شد. د افغانستان د ملي وحدت د لسی تاریخ د ګران افغانستان د تاسیس د 240 کلنۍ لامل د زړه له کومې مبارکي درته وړاندې کوم. ګران هیوادوالو، پښتنو خوندو او ننګیالیو وروڼو، د افغانستان د لسی تاریخ د ملي هویت یعنې افغان د 240 کلنۍ له امله د زړه له کومې مبارکي درته وړاندې کوم. ګران هیوادوالو، درنو او پښتنو خوندو او ننګیالیو وروڼو، د افغانستان د ملي وحدت ملستاري د نوي احمدشاه بابا د تاج پروژې د 240 کلنۍ له امله د زړه له کومې بیا هم مبارکي درته وړاندې کوم. از سوی هم شمار دیگری از اشتراک کنندگان در این مراسم با تجلیل این روز خواهان متحد شدن افغانها در برابر مداخلات کشورهای بیگانه شده و تأکید نمودند که دیگر افغانان شکار برنامه‌های ویرانگر کشورهای خارجی نخواهند شد. او پدې خاورې کې وحشت او دهشت خپور کړ. د پښتونخوا زوړ بچیان تقریبا 1550 کاله د مغولو او ایرانیانو د وحشت او بربریت په مقابل کې په بې مثاله زړورتیا د سر او مال په قربانیو د هېواد د خپلواکۍ د مقدس غزا بیرغ اوچت وساتئ. هرچند طی سالهای اخیر این اولین بار است که از چنین روزی در ولایت فرا بزرگداشت به عمل می آید، اما برگزار کنندگان آن تأکید می کنند که در آینده همه ساله از این روز تجلیل خواهند کرد.